مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از نروژ همراه ما هستن. خانم حاجی‌زاده، برگردیم به اون آماری که اعلام کردن از سوی مرکز آمار، تورم 45%. چقدر با واقعیت موجود در جامعه با توجه به هزینه‌های جاری مردم این آمار همخوانی داره؟ خب این عدد عملا هیچ تطبیقی به واقعیت‌های اقتصادی کشور نداره. اینکه حالا اگر تورم تا پایین سال بشه 45%، جز با عددسازی امکان پذیر نیست. تمام مؤلفه‌های اقتصادی مشخصاً از رشد پایه پولی گرفته تا سهم پول در نقدینگی نه تنها رشد داشتن که اصلا اینها رکوردزنی داشتن. در حوزه مسکن چشم‌انداز تورمی است. همه مؤلفه‌ها انتظارات تورمی به مراتب سنگین این رو پیش رو قرار میده. اما در این حال در مورد همون بحث تورم تولید کننده که شما هم اشاره کردید، خود همین مؤلفه مسئله بسیار مهمی است، به دلیل اینکه تورم بالای تولید کننده خودش به مرور با یک وقفه زمانی به مصرف کننده منتقل میشه. همین اخیراً یک گزارشی که گزارش شامخ که منتشر شد نشون میداد که بخش تولید، واحدهای تولیدی و به ویژه صنعتی در کنار این تورم سنگینی که باهاش مواجه هستند، در عین حال با یک رکود کم سابقه هم مواجه شدن. یعنی این رکود تورمی قاعدتا وضعیت این واحدها رو به مراتب سخت‌تر خواهد کرد. در این حال لایحه بودجه سال آینده هم شرایط رو برای تولید سخت‌تر می‌کنه، از این جهت که دولت فشار مالیاتی بیشتری رو بر بخش‌های تولیدی وارد خواهد کرد، افزایش دستمزدها رو داره. قاعدتا انتظار بهبود به هیچ عنوان در فضای رکود تورمی واحدهای تولیدی پیش بینی نمیشه. کما اینکه همونطور عرض کردم خدمتتون، این تورم بالای تولید کننده منتقل میشه به بخش به مصرف کننده و خب همونطور و همه مؤلفه ها در این حال شرایط سیاسی نشون میده که ما باید نه تنها 50% فعلی که تورم های به مراتب سنگین تری رو از اواخر امسال و سال آینده منتظرش باشیم. عدالت ابراهیم رئیسی، یک سازمان جدید تحت عنوان سازمان بازرگانی اگر اشتباه نکنم تأسیس کرده با ادغام دو نهاد دیگه به عنوان راهکاری برای مهار تورم، این چقدر به نظرتون میتونه مفید و مؤثر باشه؟ ببینید، این سیاست مشخصا متأثر از نگاه دستوری و دولتی به اقتصاد هست. این سیاست هایی که بارها و بارها تکرار شده، یک روز میان وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی و صنایع رو ادغام میکنن، وزارت صنعت رو میسازن، دوباره بخش های مختلف اینها رو میخوان از هم تفکیک کنن. این عملا به معنای این هست که میخوان با واژه ها، یعنی در واقع با واژه ها، با مفاهیم یه سری چیزها رو میخوان بازی کنن، چون مشخصا این نوع سیاست هایش تأثیری بر اقتصاد مشخصا نداره، چه برسه به تورم. تورم و اقتصاد بر اساس مؤلفه های اقتصادی تغییر پیدا میکنه، نه سیاست ایجاد یک سازمان یا تفکیک سازمان ها. من فکر میکنم که این سیاست در با این عنوان که اینها میخوان بر وضعیت اقتصادی و مشخصا تورم تاثیرگذار بدونن، این سیاست رو صرفا این هست که نشون بدن به مردم که ما داریم یک کاری انجام میدیم. اتفاقا کار پرهزینه هم هست برای اقتصاد. هر بار تفکیک کردن و جداسازی و این سازمان ها و این بخش ها خودش یک هزینه مضاعفی رو به جامعه و به منابع جاری کشور تحمیل میکنه و عملا هیچ دستاوردی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت. متشکرم از توضیحات شما. مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی که از نروژ با ما بودید.